درود میگم به همیهنان، سروران و همرزمان عزیز، بانو شیوا مقدم، جناب دکتر کیانزاد، جناب ارجمند گرامی و جناب پویا بهرامی عزیز. درود میگم به بینندگان عزیز این برنامه در هر کجای جهان، به ویژه در ایران، در ایرانی که در واقع یک حکومت مستبد دیکتاتوری کثیف، دوست قاچاقچی، آدمکش 41 ساله که ملت ایران رو به اسارت گرفته و الان هم با این بروز عفونت ویروس کرونا مشکل بر مشکل اضافه شده. در صورت ما امیدواریم که این حکومت که وضعش بسیار بسیار دگرگونه و به آخر خط رسیده، به زودی فروپاشی بشه، به زودی از هم بپاشه و در ایران یک حکومت مردمی، یک حکومت پارلمانی مردمی بدون دخالت دین و مذهب در آن مشغول به خدمتگذاری به مردم ایران بشه. امروز ما در مورد دو مطلب صحبت خواهیم کرد. دو اتفاق در ایران افتاده که در واقع بسیار بسیار ناگواره، هر دو ناگواره، و اولی اون قتل دلخراش رومینا اشرفی، دختری 13 ساله تالشیه که با نامزدش از منزل پدری فرار میکنه و از قرار معلوم پدرش هم به او خیلی فشار میآورده. یه صحبت های دیگری هم میشه که من روم نمیخوام صحبت کنم، یعنی این پدر بر دختر شدیداً ظلم میکرد و این موضوع توجه تمام ارکان اجتماعی رو، مدیاها رو به خود جلب کرده، حتی در خارج از ایران هم سر صدا کرده و حتی بعضی از روزنامه ها مثل لوموند در این باره مقاله نوشتن و اظهار تأسف کردن و اظهار تعجب کردن که در کشور ایران، در کشوری که با 7000 سال تمدن، فرهنگ، این چنین اتفاقاتی میفته. به هر صورت الان اینطور که صحبت میشه 20% قتل‌های ایران قتل‌های ناموسیه. یعنی چی؟ یعنی در واقع بر پایه همون خرافات دین و اون مرد سالاری این حکومت دینی و مشکلاتی است که در واقع قوانین دین اسلام برای مردم ایجاد میکنه. و اگر ما دقت بکنیم این آگهی ترحیم رومینا سرآغازش اینطور شروع شده: تسلیم در برابر مشیت الهی. آخه یعنی سربریدن یک دختر خانواده، یک دختر 13 ساله، این مشیت الهی است؟ این عجب الهه، عجب اللهه که مشیت میکنه که دختر 13 ساله توسط پدرش سرش بریده بشه و بعد هم اون دین و مذهب و حکومت به در حقیقت به او کمک بکنن که از این مشکلش بیرون بیاد. یعنی مادر فقط میتونه از این مرد، از این پدر غرامت بگیره به خاطر دخترش، ولیکن این مرد به هیچ عنوان تحت تعقیب قرار نمیگیره، قوانین اسلام اجازه نمیده. در صورت این قوانین خشن اسلامی انگیزه قتل‌های ناموسی در ایران و خشونت بر علیه زنان و کودکان. من از بانو مقدم تمنا میکنم که در این مورد بیانات خودشون رو ایراد کنن. من مطمئن هستم که ایشون بسیار بسیار دلپوری از این واقعیت و از این وضعیت ایران دارن. بانو مقدم بفهمید، میکروفون در اختیار شماست. سپاسگزارم. جناب آبار گرامی، درود دارم به همگی یاران و درود دارم به همگی کسانی که صدای ما رو میشنوند و ما رو میبینند. بله، واقعا واقعیت جامعه ما با این گونه رفتارها و با این گونه ناهنجاری‌ها، نابسامانی‌ها واقعا دردآوره. جناب آبار گرامی، یاران، من فکر میکنم برجسته شدن این گونه رفتارها اصلا مشکل
دین باوری یا خدا باوری یا اعتقادات دینی اشخاص نیست. این مسائل ناموس پرستی و غیرت پرستی که نشأت گرفتن از آموزه های ناهنجار جنسیتی مذهبی واقعا مشکل امروز جامعه ما هستند. در دوران قدیم هم بودن، امروزه، ولی در این دهه ها که ما همینجور که زمان میگذره بیشتر و بیشتر شدن. مشکل اینجاست که قوانینی که باید پاسخگوی نیازهای جامعه ما، نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه ما باشند، قوانین نادرستی هستند. این قوانین بر پایه قوانین شرع اسلامی، بر پایه قوانین جنسیتی هستند که ما تو جامعه خودمون داریم و تمامش باعث، یعنی پایه و اساس این ناهنجاری های رفتاری که فقط این مسائل ناموس پرستی نیست، بسیاری مسائل دیگر هست، پایش توی این قوانین غیر انسانی هستش. من میخوام یه گریزی بزنم به اینکه این قوانین چه چیزهایی رو در جامعه ما برجسته کرده، چه چیزهایی رو توی انسانها بروز میده. بیشتر میخوام در مورد غریزه صحبت بکنم که به نظر میرسه غرایز امروز توی جامعه ما بسیار برجسته تر شده تا تربیت، تا تعلیم، تا کنترلی که یک انسان مدرن میتونه روی خودش داشته باشه. امروز ما بیشتر این غرایز کنترل نشده رو میبینیم. یک روانشناس و فیلسوف امریکایی در قرن 19 به نام ویلیام جیمز یک جمله رو گفته در مورد غریزه که امروز هم هنوز ما میتونیم ازش استفاده کنیم. این روانشناس و فیلسوف میگه که غریزه اون رفتاریه که ما با اون رفتار به یک هدف خاص برسیم بدون پیشبینی از قبل و بدون به اصطلاح آموزش و تجربه قبلی. غرایز انسانی پنج تا غریزه اصلی داریم. یکی غریزه ایمنی یا ترس هستش. یکی پرخاشگری یا خشونت هستش. یکی نیاز به پیوند و نزدیکی هست. دیگری نیاز به تغذیه هست. و یکی پنجمی نیاز جنسی هستش. نیاز غریزه ترس یه غریزه که ما میدونیم، یعنی یک عکس العملیه در واقع که خیلی سریع اتفاق میفته و ما فوری به محض این که یک صدایی میشنویم یا یه چیزی رو احساس میکنیم فوری سعی میکنیم که از خودمون دفاع کنیم، چشممون رو میبندیم یا یه حرکت نشون، یعنی این بدون اینکه اصلا دست خود ما باشه این کار رو انجام میدیم. این یک چیز غریزیه. پرخاشگری یا خشونت اتفاقا در اوایل که دوران خیلی تاریک بشر که هنوز بشر شاید توی جنگل‌ها زندگی میکرده یا توی غارها اتفاقا یه غریزه مثبتی بوده، چون با خشونت کسانی که خیلی قوی بودند و خشونت ابراز میکردند و رفتار خشنی داشتند توی جمع خودشون قوی ترین انتخاب میشد و به این وسیله یک فرد قوی خودش رو نشون میداد و همه اونو به عنوان رئیس خودشون انتخاب میکردند. امروز توی قرن 21 این خشونت چیز جالبی دیگه نیست در جامعه. نیاز به پیوند هم یک غریزه انسانیه که اون مثلا ما میبینیم این پیوند رو باید وجود داشته باشه که مثلا توی خانواده هست، مادر با فرزند یا پدر و بچه ها یا کسانی که توی خانواده هستن. نیاز به تغذیه هم مشخصه. غریزه جنسی هم همون چیزیه که بیشتر توی دوران بلوغ جلوه پیدا میکنه و ما میدونیم که آموخته های جنسی که در دوران بلوغ بروز میکنه بسیار بسیار مهم هستن. اون تجربه ها و اون آموخته ها برای تمام دوران
آینده زندگی انسان بسیار بسیار سرنوشت ساز هستند. حالا شما بیایید این قرائز رو بگیرید و این قوانین شریعت و قوانینی که در کشورهای اسلامی حاکمه که دقیقاً میان این قرائز بشر رو برجسته میکنن توی قوانین خودشون و چطوری هم با اینها رفتار میکنن. قوانینی که وجود داره با ترس روی انسانها کاری میکنن که فقط بتونن اون حاکمیت خودشون رو اعمال بکنن با پرخاشگری و با خشونت از بالا به پایین و این غریزه جنسی رو بیشترین قوانینی که وجود داره و اون چی که برجسته میکنه تمام شرایطی که انسان‌ها توی یه جامعه با همدیگه پیوند دارن مسائل جنسیتیه. زن‌ها از مردها جدا باشن در هر زمینه‌ای همه چیز جنسیتیه. تمام آموزه‌های قوانین اینا جنسیتیه. به جای اینکه آموزش رو درست بدن به انسان‌ها از کودکی که بعد بتونن توی جامعه آزاد اینها انسان‌های آزاد و درستی بار بیان، از این غریزه جنسی اینا به بدترین نحوی استفاده میکنن و آموزه‌های غلط از کودکی به بچه‌ها میدن تا بزرگی. تمام این قوانین و تمام این رفتارهای نادرست هست که از جامعه یک جامعه خشن و تمام رفتارهای جنسیتی خشن درست میکنه که ما امروز این مسائل رو میبینیم. هر ساله بیشتر از 400 زن و دختر به دست اعضای خانواده خودشون، پدرانشون، برادرانشون، دایی، عمو کشته میشن به خاطر مسائل ناموسی. این سوای اون زنها و دخترهایی که خودکشی میکنن از دست خشونت و فقر که توی خانواده های خودشون هست. واقعا ما باید نگاه بکنیم ببینیم که این قوانینی نیستن که مال قرن 21 هست. مشکل ما از اونجایی شروع شد که وقتی پادشاه مملکت داشت به زنان حق رأی میداد، اون شخصی که بعداً به عنوان رهبر مملکت انتخاب شد کسی بود که داشت رساله مینوشت در مورد اینکه چگونه ما با یک بچه نوزاد بتونیم عمل جنسی انجام بدیم و اینه که مبنای تمام بدبختی ها و تباهی های جامعه ما هستش. سپاسگزارم. من میکروفون رو تقدیم دوستان میکنم و مشتاق گفته های دوستان هستم. سپاسگزارم از شما بانو مقدم گرامی. به باور من همه ادیان و مذاهب عموما زن ستیزند و این زن ستیزی رو عیان میکنند. ما اگر به همین قرآن مراجعه بکنیم میبینیم که زن رو در واقع نصف برد حساب میکنه. زن رو معمولا مال مرد، یعنی مرد مالکیت مرد رو، زن رو داره و این هم در کشورهای عربی بسیار بسیار مرسومه. یعنی حتی در عربستان سعودی مثل این که تا هنوز هم هست که زنها رو اسمی یعنی فامیلی ندارن، بلکه اونا میگن زن فلان کسک یا مادر فلان کسک. اینست که این زن ستیزی باعث شده که در حقیقت به مردها این قدرت رو بده، قدرت مجازی رو بده که اینا حقیقتا نسبت به زنان حالت ارجحیت دارن و مالکیت دارن و میتونن با اونها هر کاری که میخوان بکنن. و این خب در ایران ما هم بسیار بسیار مشهوده. این در البته در شهرهای بزرگ نه، ولی اکثرا در شهرهای کوچکتر این وضعیت وجود داره، مگر اینکه اون مرد یا اون فرد خودش آدمی باشه که مطالعه کرده، درس خونده و قبول نداره این حرفا رو، نمیخواد که، فکر نمیکنه که، قبول نمیکنه که یک زن در حقیقت مثل مرده، بلکه قبول میکنه که زن هم همتراز مرده، مرد همتراز زنه، هر دو مکمل هم دیگه هستن، هر دو برای زندگی با هم اهمیت دارن، باید باشن و فرزندانی که وجود میان به هر دو احتیاج دارن. و این در جامعه هم در حقیقت نیمی از مردم هر جامعه ای زنان هستن و این زنان هستن که در واقع در سیستم ها کارهای بسیار زیادی میکنن و بسیاری میخوام بگم کارهای بزرگ هم به دست زنان انجام گرفته، انجام میگیره. ولی که در ایران ما فعلا قوانین قرآن جاری است
قوانین قرآن، یا بگیم اگر اونها رو حتی شیعه، مذهب شیعه یه مقدار هم سخت‌ترش کرده، شلوغ‌ترش کرده و با اون در حقیقت زن ستیزی میکنه و زنان رو واقعا سعی میکنه که به یک وضعیت بسیار بغرنجی ببره. و این اتفاقات که الان در ایران میفته، یعنی در واقع خودسوزی یا فرض کنید که خودکشی های بسیار بسیاری در ایلام و در بلوچستان و در سیستان و حتی در خراسان و در بسیاری اقصای نقاط ایران پیش میاد که در واقع روزنامه ها و مجلات هم رو چیزی نمی نویسند. یعنی دولت سعی میکنه که اونها رو پنهان نگه داره و اینها پنهانی انجام میشه. این است که من معتقد هستم باید روی این موضوع بسیار بسیار صحبت بشه، این موضوع باید باز بشه، باید مردم ایران آگاهی تر بشن، بهشون آگاهی داده بشه که این در حقیقت یک خطای بسیار بزرگه. یعنی مادرانی که توسری خور باشن، فرزندان توسری خور هم بار میارن، تربیت میکنن، پرورش میدن. بنابراین مادری که آزادی باشه، مادری که در واقع حقوقش رو بهش بدند و حقوقش رو بگیره و فرزندان آزادی پرورش بده، مسلما خدمت بزرگی به جامعه میکنه. اما در ایران ما میدونیم که این توسری خوردن زنان باعث توسری خوردن مردان و این وضعی میشه که الان ما در ایران داریم. من از جناب دکتر کیانزاد تمنا میکنم ایشون میکروفون رو به دست بگیرن و نظر خودشون در این باره ایراد کنن. بفرمایید جناب دکتر کیانزاد. بله، با درود بر دوستان گرامی در این نشست و همچنین همیهنان در درون و برون از میهن عزیزمون ایران زمین. خب، مشکل اساسی به هر روی جمهوری اسلامی است و این جلو اکسال، و مشکل اساسی اینه که در این 1400 سال هیچ گونه بگوییم اصلاحی، اگه سخن از اصلاح به گونه ای که به هر حال مسیحیان در درازای تاریخ چند هزار ساله توانستن به وجود بیاورند، اسلام موفق نشده و به همین دلیل هم هست در این درازای چند ده سال گذشته که به هر حال حکومتگران جمهوری اسلامی سایه نحسشون بر کشور ما در واقع انداختند و حکومت کردند، بسیاری از کنشگران سیاسی به ویژه بگوییم بخشی که خودشونو ایرانگرا در واقع مینامند، میگفتند که مبارزه اساسی میبایستی که بر ضد اسلام باشه تا موقعی که اسلام در واقع حاکم بر سرنوشت ملت ایران هست، خب همین وضع ادامه داره. اما از سوی دیگر هم ما میدانیم که خیلی ساده در واقع این مشکل رو دیگر کشورهای جهان در این میان به گونه ای حل کردند. یعنی این که وقتی گفته میشه که دین میبایست در جایگاه خودش قرار بگیره جدا از سیاست و حکومت، این مسئله ایست که به هر حال پس از سرنگونی و برکناری این جمهوری نحس اسلامی، اشغالگر اسلامی، این چنین خواهد شد که دیگر آخوندها نتوانند از گهواره تا گور بر سرنوشت فرزندان این سرزمین در واقع حکومت به گونه ای بکنند و تأثیر بگذارند. بنابراین من فکر میکنم که با برکناری جمهوری اسلامی و این اون مسئله اساسی است که سرانجام میبایستی که مخالفین راستین جمهوری اسلامی بتوانند با اتحاد و یکپارچگی و همبستگی ملی بتوانند اون نیروی توانمند، اون اهرم توانمند رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی و پشتیبانی از جمهور از ارشد نهضت آزادیخواهی ملت ایران در واقع به وجود بیاورند. بنابراین خب شکی درش نیست که این جنایت ننگ بزرگیست، نه تنها برای این خانواده و این پدر، اصلا نمیشه ازش به نام یه پدر نام به میان آورد. اینا اشرفی 13 یا 14 ساله رو، اون هم توی خواب و با این وحشیگری
خب این رو این حکومتگران جمهوری اسلامی خیلی ساده در ماده 220 قانون مجازات اسلامی در سال 1370 از مجلس شورای اسلامی در واقع گذشته که میگوید اگر پدر و یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود، فقط باید هم دوستان بیان داشتند پرداخت دیه. آب شما رو باید ببینید دیه رو به کی میخوام بدن؟ به مادر رنج بر عرض شود که رومینا اشرفی. خب این قوانینی که اینها گذروندن مزخرفات رو باید گفته بشه. خب اینا رو باید پاره کرد، باید دور ریخت. و این چنین است که در همین یک هفته های گذشته هم یه برادری خواهر خودش رو میره میکشه. برای چی؟ برای اینکه رفته از در جای دیگری خودش تنها در واقع زندگی بکنه، رفته هم خواهر رو کشته و هم خانه رو آتش زده. در کشوری که دوستان گرامی یک وزیر اونم دولت آقای خاتمی که ازش بدیش اون کسانی که به حال رفتند به گونه ای باور بر این داشتن که احیانا یک دگرگونی به وجود بیاره به نام محمد علی نجفی وزیر، خب بیاد میره سیغش رو یا زنش رو بانو میترا استاد رو توی حمام میکشه، هفتیر به دست با گلوله به قتل میرسونه. و بعد هم موقعی که این رو گرفتن دوستان به خاطر دارند، ایشون همهش میخندید، تو دادگاه هم که گرفته شد و نشسته بود میخندید. چرا؟ برای این که این قوانین ننگین دوران بگوییم بربریانه 1400 سال پیش حکومت میکردن، برای اینکه میدونست این رو آزادش میکنن، جایزه هم بهش میدن و بهش هم دادند، راست راست داره میگرده. خب ما با یک چنین حکومتی در واقع گرفتار یک چنین حکومتی هستیم که در واقع ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم که با وجود این که 4 دهه از این زمانی که این حکومتگران در کشور در واقع هستند، ولی اگر یک انتخابات آزاد برگزار بشه همطور که میدونیم اکثریت مردم ایران یعنی 70-80% مخالف اینها هستند، این 70-80% جناب دکتر آبار عزیز، من فکر میکنم که با یک چنین کنش های ننگین و وحشتناک و دلخراشی مخالف هستند که جگرگوشه های خودشون رو عرض شود که این چنین به قتل برسونند. بنابراین مشکل اساسی اینه که جمهوری اسلامی باید برکنار بشه، باید سرنگون بشه، راه دیگری وجود در واقع نداره. من اجازه میخوام که اینجا این در واقع ماجرا رو که از زمان مادر رومینا از شد که بگذاریم و بشنویم. رنا دشتی، مامان رومینا اشرفی هستم. خانم اشرفی، الان چند روز از داغ عزیزتون داره میگذره؟ 6 روز فکر کنم. شما چند تا فرزند دارین؟ 2 تا بچه داشت. این رومینا که 13 سالش بود، اون یکی هم 6 سالش، امنو هم. زمانی که این اتفاق برای رومینا اشرفی اتفاق افتاد، شما کجا تشریف داشتین؟ من تو خونه بودم، منم تو خونه بودم، باباشم خونه بود. یه لحظه رفتم در حموم، باز بود. اونجا لباس می‌شستم تو دستم. درو کشید، یه لحظه که درو کشید گفت کرد دیگه هیچ، تیغ کشیدم، کوبیدم درو. پدرش درو کشید گفت کرد؟ ندیدم، هیچی ندیدم، فقط اون بود دیگه تو خونه. بعدن هی کوبیدم درست، هیچ کی باز نکرد، جیغ کشیدم، رومینا رو صدا کردم، باباشو صدا کردم، هیچ کی جواب نداد. بعدن پسر شما کجا تشریف داشت؟ خوابیده بود، اونم پیش رومینا خوابیده بود. این پسر با این دختر گل شما چند وقت بود که ارتباط داشت؟ آیا شما در جریان ارتباط اینا بودید؟ جریان نه نبودم، ولی بعد فرارش از رومینا پرسیدم که گفت 2 ماه. 2
دو ماه بعد چند روز بود توی دختر شما رو قرار داده بود؟ سه روز بود. آیا این صحت داره که پدر رومینای عزیز ما معتاد بوده یا هستش؟ من نمیدونستم، اصلا نمیدونستم. میگفت زرر میکنه، تریاج بکشم به من زرر میکنه، نمیکشم، فقط گریان میکشه. بعد این که آیا این که شایعه پخش کردن که به خاطر مذهبیت شما ها مخالفت کردین، این شایعه درسته که به خاطر مذهب بوده؟ نه، به خاطر مذهبیتش هم نبود، فقط به خانواده، به خاطر خانوادش گفت من راضی نیستم، نمیدم بهش. اگه فرار کرده با اون فرار کرده میکشم، ولی اگه بیاد پیش من، من اون رو تو تخم چشمام نگه میدارم. اونو من از قلبم اونو دوست دارم. پدر رومینا اینه؟ پدر آنش. آره. بعد چرا این اتفاق براش افتاد؟ چرا مثلا نمیدونم به ما کرک کرد، چیکار کرد؟ همه منو راضی کرد که اگه اونجا بمونه من اونو میکشم، ولی اینجا بیاد من اونو از هیچ کار ندارم اونو. آیا این صحت داره که تو روز دادگاهی که رومینا رو به دادگاه برده بودن، رومینا از قاضی خواسته بوده که آیا قاضی منو تحویل خانوادم ندیم، پدرم منو مثلا میکشه؟ این صحت داره همچین چیزایی؟ پیش من نگفته بود، نمیتونم. شما خودتون درخواستتون از قاضی چیه؟ آیا میخواین که شوهر خود شما قصاص بشه یا اینکه آزاد بشه؟ خودتون چه؟ قصاص بشه. نمیتونم یه لحظه اون نگاه کنم اصلا، ببینم اونو. رابطه رومینا با پدرش چطور بوده؟ خجالت میکشی، زیاد صمیمی نبود، ولی حرفش هرچی میگفت گوش میداد حرفشو. باباشم دوستش داشت، ولی سختگیری هم میکرد، تو محدودیت نگه داشته بود، نمیذاش مثلا زیاد جایی بره، لباسی که دوست داره اونا رو بپوشه، آزاد نمیذاش دیگه. از ترسش فکر کنم فرار کرد. یه روز زنگ میزنه پسره به همسایه‌مون، میگه که من دختر رو میخوام. اون مرده میگه که بچه هست، اون نمیتونه که مثلا ازدواج کنه، در حد ازدواج نیست. گفته که نه، من حرف میزنم، شاید هم فرارش بدم. اوناش اومد اون مرده به ما گفت، ولی اسمشو نگفت کیه، گفت فقط یه نفر. این باباشم شکش به یه نفر دیگه رفت، گفت که نه، اون نمیتونه این کارو بکنه، دختر منو فرار نمیده. اصلا اون روز سختگیری شروع شد، گوشی ها رو خاموش کرد، مرگ موش گرفت، گفت که خودتو بکش، بذار من تو رو نکش، خودتو بکش. به من میگفت تو برو یادش بده، بذار خودشو آویزون کنه. گفتم من اونطوره نمیتونم بکنم. شما چه زمانی متوجه شدید؟ همون شب که اون آقای اومد گفت، اونم همین شخصو نمیدونستم، یه شخص دیگه. اون آقایی که اومد به شما گفت کی بودش؟ همسایه‌مون بود، شوهر خاله باباش. دیگه اسمشو منم نپرسیدم، نمیدونم. باباش گفت که به منم نگفت، من نپرسیدم. من فکرم مثلا شکم به اون رفت، میگفتم چه اون پسرم که چون که رومینا رو میخواد حتما اونه. بعد از اون دو سه روز دیگه بازم اومده به اون آقای گفته که من میخوام خواستگار بفرستم، تو برو بهشون بگو اگه راضی هستم بیایم. این آقای هم گفته که غلط میکنه، اینا که به اون دختر نمیدن، دیگه نیومده به ما بگه. بعد از اون باباش که همینطوری سختگیری میکرد براش، بعدم باباش وسایل خریده بود، یه دونه تیشرت براش خریده بود. اومد سه روز بود باش حرف نمیزد، گفت از دلش درش بیارم. اومد بغلش کرد، رومینا من تو رو از قلبم دوست دارم، رومینا من نمیخوام تو بد بشی، میخوام تو هم سرت بالا بره. اون بغلش کرد، نازش کرد، اونم گریه کرد، رومین هم گریه کرد، منم هممون گریه کرده. بعد از اون اومد گفت که فکر کنم بچه ها میرن مدرسه، رومینا اینا مدرسه میرفتن امروز. گفتم نه، امروز هفتم ها رفتن. منم گفتم که هر وقت خونه ای گوشی رو بده رومینا از به درساش یه ذره نگاه کنه. گفت که باشه. گوشی رو داد، گفت که من میدم، تو هم بشین پیشش بشین. بعد اون روز هم اومد باباش، اومد که خونه، بابا رومینا گفت که بابا گوشی رو نمیخوای یه لحظه میده به من، گفت که ببینم امتحان داده بازم یا نداده. گوشی رو گرفت بازش کرد، گفت آره ریاضی، امتحان ریاضی داده. یه ذره کمکش کردم دیگه، ما خوابمون برده، خوابیده بودیم. آیا این صحت داره که رومینا همه شما رو قرص خواب داده بود، قرصی داده بود که شبی که باید فرار میکرده؟ نمیدونم اونو، قرصش رو نمیدونستم، ولی چای آورد برای ما، چای خوردیم، چای رو باباش دم کرده بود. منم اون روز از بدشانسی خوابیده بودم، مریض بودم، گفتم که من دراز کشیده بودم، باباش اومد شام و باباش درست کرد. گفتم که رومینا حالا تو چای رو هم تو بذار،
رفت گذاشت. بعد به جوش اومدم باباش گفت یه رومینا دستشو میسوزونه، من برم دم کنم چای رو. دم کرد ولی آوردنش رو رومینا آورد. چای رو خوردیم خوابیده، ما خوابیده بودیم، باباش زود خوابید از ما ولی ما بی خوابیدیم. نمیدونم ساعت چند بود، ساعت 3 که بیدار شدم دیدم که رومینا نیست. باباش صدا کردم، رومینا نیست، گفت شاید خودش رو کشته. رفتیم بیرون و دور پشت خونه رو اینا رو همش رو گشتیم، دیدیم هیچی نیست. بعدا گفت که حالا اونجا رو نگاه کن ببین نامه چیزی نداشته. رو میزش دیدم هیچ کاغذ نوشته. بابا تو که میخواستی منو، تو که میخواستی خودتو منو بکشی، حالا که پرسید رومینا خوب بگو مرد. رومینا مامانم هیچ تقصیری نداره، ما هم فکر میکردیم بازم خودشو کشته، بلای سر خودش آورده. تا ساعت نمیدونم هشت میشد، چند میشد، هشت صبح پسر برادرش اومد گفت که اینا عکسش رو گذاشته بهمن خاوریه. از اونجا فهمیدیم که دیگه گفت اگه با اون بره من باید اونو بکشم. داست و برداشت رفت خونه اونا، گفت اونا رو میکشن همشون. بابای رومینا داست و برداشت رفت خونه. بله، پسره. بله. رفت دید اونجا هم نیستن، اومد خونه. بعضی وقتا میگفت میکشم، ولی بعضی وقتا میگفت که اگه بگیرم بیارم خونه من اونو نمیذارم پاشو به زمین بخوره، من از قلبم اونو دوست دارم، فقط به من کمک کنین که اونو از اونجا نجات بدم بیارم اینجا پیش خودمون نگه دارم. آیا این صحت داره که رومینای عزیز ما با اون پسر که فرار کرده با هم دیگه رابطه جنسی برقرار کرده بودن؟ نه اصلا، پاش پاش بود، آزمایشش هم سالم پاچ بود، پاچ بود. ولی به هر حال بسیار بسیار وحشتناک و دلخراش و سپاس من تمام. سپاس از شما جناب دکتر کیانزاد. عرض کنم خدمت دوستان خبر دیگری که از ایران رسیده، محمد باقر قالیباف که ریاست مجلس شورای آخوندی رو احراز کرد. این فرد دوست، آدمکش و بسیار فاسد شده رئیس مجلس. خامنه ای دوست و خائن در گماشتن ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه و محمد قالیباف به ریاست مجلس یازدهم، رژیم زوار در رفته و لرزان ولایت فقیه رو میخواد در واقع یه مقدار محکمتر کنه. یعنی در این مراحل پایانی براندازیش و در واقع آشفتگیش میخواد این رو، اینها نظام رو به ترتیبی نگه دارن. خامنه‌ای دقیقا میدونه که وضع ایران چه خبره، اینها چه بلایی به سر مملکت ما آوردن، چه بلایی به سر ملت ما آوردن. بنابراین سعی میکنه یه مقدار جنایتکارای سابقه دار رو دستچین بکنه، در پست‌های حساس بذاره و همونطوری هم که در واقع نماینده‌های مجلس رو، نماینده‌های مجلس آخوندی رو با اون انتصابشون رو در حقیقت به دست اون نظارت استفابی داده بود، اونها دستچین کردن. بنابراین بقیه هم همه حلقه به گوش هستند و همه در حقیقت برای این دزد بزرگ حاضرن جانشون فدا کنن. چرا؟ چون پول پله بهشون میرسه، میلیاردها بردند و دزدیدند و خوردند، هنوز هم در حال دزدیدن. به هر صورت این پاسدار حلقه به گوش، این قالیباف که 100% مطیع خامنه‌ایه، فردی است که در سرکوبای مردمی و جنبش به خصوص دانشجویی یه نقش‌های بزرگی رو اجرا کرد و نیروی ضربت خشونت بار پلیس رو به نام پلیس 110 رو این پایش رو گذاشت، این درست کرد. این خودش کسی بود که بالای بام رفته بود در کوی دانشگاه، دانشجوها رو از اون بالا پایین مینداخت، میگفت یا زهرا این هدیه رو از ما قبول کن. ببینید یه همچین افرادی که این همه جنایت کردن، خیانت کردن، اونطور که میگویند نزدیک 700 میلیون دلار به استرالیا برده و اونجا سرمایه‌گذاری کرده، الان شده رئیس مجلس آخوندی. این فرد قرار است که با فساد مبارزه بکنه، فسادی که سر تا پای رژیم رو گرفته. خب البته یکی از افتخارات این مرد، این مردی که باید بهش گفت، این است که حمله به دستفروش‌ها در تهرانه.
یعنی دستفروش های بیچاره و بینوا که برای سد جوع خانوادهشون توی خیابون ها کار میکردن، اونها دستور داد به شهرداری که اونها حمله کنن و اونها رو در واقع هرچی دارن ضبط کنن. به هر صورت این فرد بنیانگذار تمام جنایت ها، بسیاری از جنایت های نظام. من از جناب ارجمند گرامی خواهش میکنم ایشون بیاناتشون در این مورد ابراز کنن، چون خود ایشون هم ابراز علاقه کردن که در این مورد صحبت بشه. بفهمید جناب ارجمند، میکروفون با شماست. میکروفون شما بسته است قربان. بله، عرض میکنم تراژدی این دختر ایرانی که واقعا یک کمرشکن هست، ولی که همون گونه که دکتر کیانزاد هم اشاره کردن از کوزه برون همون تراور که در اوست. یعنی اینا همه از همین اندیشه اسلامی و اندیشه مذهبی اسلام میاد و در هر صورت کاملا از نظر خودشون طبیعی است. یک آخوندی هم همین هفته اعلام کرد که کشتن این دختر به وسیله پدرش کاملا جایز بوده و بر اساس قوانین قرآن بوده. خب دیگه حرفی نداریم. و اما در ارتباط با مسئله قالیباف اینجوری عرض کنم که واقعا مردم ایران بایستی برن قدری حافظه تاریخیشون رو بالا ببرن اگه میتونن، اگه دست خودشون هست. ببینید فقط 3 سال برگردیم به عقب، در آخرین مناظره های تلویزیونی که خامنه ای تهدید داده بود برای این ابلهانی که مثل واقعا انتر و معروف هست، اون کتاب معروف نویسنده ایرانی لوتی و انترش، این آیت الله خامنه ای، آقای خامنه ای انترهای بسیاری داره، کار اون لوتیه فقط یه انتر داشت ولی این انترهای بسیاری داره. در اونجا برای اینکه به مردم ایران نشان بده که من یک آدم دموکراتی هستم و مردمم میرن به پای یک صندوقی که این صندوق انتخابات هست و کاملا دموکراتیک هست، ببینید اینها الان در تلویزیون دولتی ایران نشستن و دارن همدیگر رو افشا میکنن. هیچ کس هم مانع اینا نیست. یادتون باشه، مردم ایران یادشون باشه، من به یادشون میارم، 3 نفر در اون نشسته بودن و یه نفر چهارمی هم نخودی داشتن که همین آقاییست که الان در مجلس هم باز هست به عنوان معاون رئیس. و این 3 نفر اصلی، یکیش همین قالیباف بود، یکیش رئیسی بود و یکیش همین روحانی. اینا هر 3 تن یکدیگر رو به دزدی متهم میکردن، به سرکوبی متهم میکردن. ماجرای کوی دانشگاه در سال 1372 در اصل رئیس شورای امنیت کسی نبود جز روحانی، رئیس سرکوب پلیس کسی نبود جز همین آقای سردار قالیباف، و رئیسی هم کسی نبود جز اون آدمی که در سال 67 مسئول اعدام چندین هزار نفر دیگر بوده. یعنی شما نگاه کنید 3 تا قاتلی که هر 3شون دستشون به خون مردم ایران و جوانان ایران، به ویژه جوانان ایران، خون دست اینا به خون اونا آغشته بوده، اینا 3 نفر رو خامنه‌ای فرستاد به میدان در یک شو تلویزیونی که اینها دست همدیگر رو کنن و بعد بهشون بگه ببین هر 3 شما انترهای من هستید و هر وقت دلم خواست یکیتون رو بالا میبرم یکیتون رو پایین میارم. و در اون صحنه قرار بود که روحانی نجات پیدا کنه و رئیس جمهور ایران بشه به دستور خامنه ای. تمام شواهد نشان میده که خامنه ای تصمیمش گرفته بود، همون گونه که برای احمدی نژاد تصمیم گرفته بودش که احمدی نژاد رو بر سر کار بیاره و رفسنجانی به عقب زده بشه و کروبی، در این مرحله قرارش این بوده که روحانی بر سر کار بیاد. ولی ببینید چه تمهیداتی به کار بردن
هنرپیشه‌ها، کارگردان‌ها، چهره‌های معروف، دموکرات آمدن و شروع کردن از این مرد، از این مردی که در تاریخخانه اسلامی دستور قتل‌ها رو داده، کسی که در اولین نماز جمعه های ایران پس از انقلاب آمد با صراحت گفت این نظامیان رو و این قسم ضد انقلاب رو بیارید در نماز جمعه اعدام کنید که درس عبرتی بشه. شما نگاه کنید این سه نفر الان سه قوه رو در دست دارن. توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. تو اون جلسه آقای عزیز جعفری شاهده، اون موقع فرمانده نیروی انتظامی بودن، بنده هم فرمانده نازجا بودن، تو همین وزارت کشور جلسه گذاشتیم، کوی دانشگاه رو با آتش کشیده بودن، هیچ کیم تو کوی دانشگاه، همه ریخته بودن که سمران نمیدن، خیابون امیرآباد شمالی هم بسته بود، با حادثه هم توی ترشت اتفاق افته بود، حتی یادتونه دیگه بخش از دوستان، حتی یادشونه اون زمان آقای فرجیدانی هم رئیس دانشگاه بود. خب من تو اون جلسه نشستم، نمیخوام اسم ببرم، افرادی که تو جلسه شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، حرفای بسیار تندی زدم، نمیخوام اینجا بزنم، در شأن جلسه نیست، یعنی اونجا من اصلا شأن جلسه رعایت نکردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونها فرمانده ناجا محکم میستم لولش میکنم و جمعش میکنم. چون شورای امنیت کشور اینجا حرفا یعنی چی؟ خلاصه اینا حرفشون چی بود؟ میگفتم اگر نیرو انتظامی میخواد وارد کوی دانشگاه بشه باید مجوز شورای امنیت کشور رو داشته باشن و دانشگاه و مدیران دانشگاه اجازه رو بدن. در اون جلسه آقای معین، آقای ظریفیان همه اونجا بودن، با این کار اونها مخالفت میکردن. من توی جلسه واستادم محکم به حدی که من یه حرف بی‌ادبانه توی جلسه زدم و بلند شدم، آقای جعفری جلو منو گرفت و گفتم نمیشه. خلاصه من توی اون جلسه با برخوردی که انجام دادم مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه رو در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری، آقای معین، اونا پاش امضا کردن به من دادن. یعنی یکیش رئیس قوه قضایی هست، یکیش رئیس مجلس هست و یکیش هم رئیس جمهور هست و هر سه انترهای خامنه‌ای، یعنی هر سه رو این آدم عقب و جلو میکنه، این مهره رو میبره اون مهره رو میاره و در هر صورت مردم به حافظه شون رجوع کنن. شمایی که به ویژه به عنوان نیروهای دموکرات در خارج از کشور رفتید و پای صندوقهایی قرار گرفتید، در سفارتخونه های خوابیدید مثل سفارت انگلستان که برید آقای فرخ نگهدار، آقای مسعود بهنود، آقای یکی دیگه شون که اینا سه نفر هستن مهاجرانی، شمایی که رفتید در سفارت خونه خیمه و خرگاه زدید که اولین نفرهایی باشید که وقتی بی بی سی عکس شما رو میگیره، وقتی بی بی سی تصویر شما رو میندازه، خوش خدمتی خودتون رو ثابت کرده شما به حکومت اسلامی، شما دم سفارت حکومت اسلامی در لندن جز سه نفر اول بودید و لشکریانتون هم پشت سرتون بودن. و اون مردمی که غیر از این واقعا کسانی که خود فروخته بودن و رفتن رأی دادن، اون کسانی که در غرب با فرار از حکومت اسلامی ایران اینجا کیس هاشون بود و اجازه اقامت گرفتن در کشورهای اروپایی و گر و گر هم میرن و میان حتما، اینها چرا توی صفها ایستادن و به این حکومت رأی دادن، به این روحانی رأی دادن؟ و امروز برگردید به سه سال گذشته خودتون، به کاری کردی، رفتی رأی رو تو صندوق رأی انداختی که خامنه‌ای برای شما تعدیم داده بود برای که سه تا از انتراش رو بیاره بر سر کار و الان مهره ها کامل شده. یعنی سه انتر حکومت اسلامی، سه انتر خامنه‌ای، یکیش این قوه دستشه، یکیش اون قوه دستش هست، یکیش اون قوه دستش هست و وظیفه آخری که الان برای قالیباف گذاشتن این هست که این قالیباف بایستی تمهیداتی رو به کار ببره، لشکریانش رو به راه بندازه،
سپاه رو به راه بندازه که یک انتخابات فرمایشی دیگر رو هر چی ممکن است با زرق و برق اینا درست کنن. چون در انتخابات مجلس دیدیم که شکست خوردن، بیش از 20% مردم شرکت نکردن. اینا میخوان کاری بکنن که مردم رو دوباره با فریب بیارن و به رأی دادن. حالا اون کسی رو که این خامنه‌ای در چنته خودش داره، در خمره رنگریزی خودش داره که اینو رنگ کنه و بیاره و بیرون و ارائه بده هنوز مشخص نیست، ولی به گفته خودش بایستی یک جوانی باشه که زیادم شناخته شده نیست. خب حالا شما نگاه کنید که اینها دارن تمام این تعمیدات رو به کار برن که حکومت اسلامی در خاندان خامنه‌ای بماند و کشور ایران و ملت ایران گروگان این خانواده باشن و در هر صورت سرفکنده در جامعه جهانی تحریم و مردم ایران در بیچارگی و در مرض و درد و ناراحتی و بیچارگی به سر ببرن. مردم سیستان و بلوچستان زیر کفر زندگی کنن، بیمارستان و درمانگاه نداشته باشن، مردم دشت مقان به همین ترتیب، مردم کردستان به همین ترتیب، مردم جنوب خراسان به همین ترتیب، مردم جنوب فارس هم به همین ترتیب. و اینها امارتها و آپارتمانهای بزرگ خودشون رو در دبی و در مالزیا و در شهر تهران هرچی بیشتر بالا ببرن. سپاسگزار هستم که این فرصت به من داده شد. سپاس. سپاس از شما جناب ارجمند گرامی. بله همونطور که شما فرمودید رژیم ولایت فقیه نظام آخوندی ادعای مبارزه با فساد میکنه، اما دو نفر دزد و جنایتکار رو به ریاست قوه قضاییه مقننه رسونده. این دزدها و این جنایتکارا یه دزد دیگری هم در خدمتشون دارن که این در حقیقت قوه مجریه رو در دست داره، یعنی این حسن فریدون یا اینکه حسن روحانی. بنابراین همونطور که شما گفتید دیگه جمعشون جمع است، با رئیس دزدا که خامنه ای باشه این مملکت رو در واقع بیشتر در فشار خواهند گذاشت، این ملت رو بیشتر در فشار خواهند گذاشت. ملت ایران باید بدونه این دزدها، این جنایتکارا نه فقط با فساد مبارزه نخواهند کرد، بلکه فساد رو افزایش خواهند داد. الان موقعی است که باید اینا رو سرنگون کرد، اینا رو باید بیرون کرد، اینا رو باید سرشون رو با سنگ کوبید. اینها سر این کار بمونن، این حکومت اگه بتونه خودشو جمع جور کنه و بلایی به سر ملت ایران خواهد آورد که تا به حال نیاورده، یعنی هنوز روزهای خوشی بوده. اینها وضعشون دگرگونه، اینها رو نباید بهشون فرصت داد که باز هم خودشونو بتونن محکم کنن، جمع جور کنن. الان موقع این است که اینها رو در واقع به زمین بکوبن. جناب پویای جان، پویای بهرامی، خواهش میکنم شما میکروفون رو به دست بگیرید و در این مورد و در هر مورد که دوست دارید نظر خودتون رو ابراز کنید که بعد یواش یواش جلسه رو به خاطر ببرید. بفرمایید. سپاسگزارم جناب دکتر آوار، به شما و به همه عزیزانی که در این برنامه حضور دارن درود میگم و همینطور درود به بینندگان و شنوندگان این برنامه. بله، شوربختانه در هفته‌ای که گذشت فاجعه کودک کشی که رخ داد، رومینا، واقعا قلب هر انسانی رو به درد آورد. کودکی که 13 ساله بود، پر از رویا برای زندگی، پر از شور، پر از انگیزه، که به خاطر نفرت کورکورانه مذهبی این شخص واقعا شخص، تنها واژه شخص به نظر من حتی اکثر لطفیه که میشه در حقش کرد، چون هیچ حیوانی همچین کاری رو با فرزند خودش نمیکنه که این انسان با این بچه کردش. و این نشان از اون عمق خشونت در جامعه ایران، اون ریشه های عمیق خشونت در جامعه ایران هستش. و این خشونت با اعدام هایی که در ملأ عام انجام میشه، که ما بعضا شاهد از تصاویری هستیم که کودکان رو به تماشا میارن برای اون اعدام ها، با شلاق زدن در ملأ عام هستش، که به نوعی اینها در ضمیر ناخودآگاه انسان ها ترویج و خشونت میکنه. یا این کارهایی که معروف به آفتاب گردانی که
آفتاب سر مردم میندازن و توی خیابان میگردنن، که من تنها اون چیزی که به خاطر دارم در دوران نازی و تنها با یهودیان این کار رو میکردن که اونها پلاکارد به گردن کسی مینداختن و برعکس سوار الاغش میکردن یا سوار اسب میکردن در شهر میگردونن. و بعد از اونها تنها حکومتی که داره این کار انجام میده جمهوری فاشیستی اسلامی هستش. و همونطور که سبر کیانزاد اشاره کردن، تنها راه خروج از این بنبست، تنها راه پاره کردن این چرخه باطل این هستش که ما بتونیم این رژیم رو سرنگونش بکنیم. تا موقعی که این رژیم پابرجاست، این خشونت ادامه داره و این کودک کشی ها که بر اساس آمارهایی که از سال 88 اگر اشتباه نکنم، که بعد از اون دیگه احمدی نژاد دستور داد به مرکز آمار که در این مورد آماری منتشر نشه، سالانه 375 تا 450 تن در ایران قربانی این خشونت‌های خانگی و این چیزی که موسوم به قتل ناموسی میشن. و این به غیر از آزار و اذیت‌هایی هستش که در خانه‌ها بر علیه این بچه‌ها که واقعاً در اون هرم خشونت بعد از حیوانات پایین‌ترین عضو این هرم هستن روا میشه. اما در مورد آقای قالیباف من فقط یه چند تا مورد تیتروار میگم چون وقت اونم کمه. من فقط عزیزانو ارجاع میدم به اون افشاگری که آقای یاشار سلطانی توی سایت معماری نیوز انجام داد، که جالب اینه به جای که دوز رو به زندان بیاندازن، کسی که دوزی رو افشا کرده بود به دوز انداختن. و همون جنجال املاک نجومی، املاک نجومی یکی از چند ده یا چند صد دوزی بوده که آقای قالیباف در دوران حکومتش در تهران، چون واقعا ایشون شهردار تهران نبود، حکومت میکرد به تهران، انجام داده. و همینطور فقط یه فقره از دوزه که ایشون داشته توی دوران حکومتش 20,000 میلیارد، بازم از واژه حکومت به کار بردم، چون واقعا در تهران ایشون خدایی میکرد و خودش رو در حد خدا میدونست در زمان شهرداریش، یه فقره از دوزیاشون 20,000 میلیارد تومان هستش. و اینها رقمهای هستش که واقعا میتونه بودجه یه مملکت رو تکون بده. و بماند که ایشون چند صد میلیارد تومان دوزی داره و اینها باید تکلیفشون روشن بشه، که اون فرمان معروف رو خامنه ای داد که صداشو در نیارید دیگه، یا شروعشو در نیارید اینا، که این قضیه ختم به خیر بشه به گفته خودش. اما یه مسئله دیگه هم که در انتها من به اون اشاره میکنم این هستش که جمهوری اسلامی و همینطور سپاه پاسداران، من بارها اینو گفتم، نه تنها برای مردم ایران خطرناک و واقعا غیر قابل قبول هستن، بلکه برای منطقه و برای دنیا هم خطرناک و حادثه آفرین هستن. نمونه آخرش این سخنرانی که آقای خامنه‌ای با استفاده از تکنولوژی غربی که از همین نرم افزاره ویدیو کنفرانس استفاده کرده بود انجام داده بود، توی اون سخنرانی علناً برای اولین بار در تاریخ 41 ساله جمهوری اسلامی اعتراف کرد که در تمام این سالها اسلحه و مهمات به نوار غزه میفرستاده و از گروه‌های تروریستی فلسطینی به غیر از اون حزب الله اینها حمایت میکردن. و واقعا این مردم ما باید به این نتیجه برسن که تنها راه نجات همدلی، همکاری و خیزش دست جمعی هستش، چون اگر خیزش ها کوچک باشند اینها به راحتی سرکوب میکنند و اون فاجعه ها و خون ها روانه و خیابان میشه. ولی اگر خیزش میلیونی باشه، هیچ نیروی تقابل، قدرت تقابل با این نیروی میلیونی رو نخواهد داشت. از فرصتی که به من دادید بسیار سپاسگزارم و من میکروفون رو به شما تقدیم میکنم. جناب بهرامی، سپاسگزارم از فرمایشات شما. از دوستان بسیار سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتن، تشریف آوردن و امروز تونستیم این مطالب رو اینجا حلاجی بکنیم، بیان بکنیم، شاید تا حدودی به نتیجه هم رسیده باشیم. امیدوارم هفته آینده هم در این مورد مقدار دازه های جدیدی رو برای ملت ایران ابراز کنیم. سپاسگزارم از همگی و بدرود میگم تا هفته آینده.